این چهارشنبه شب 19 هام دسامبر اخراج دو دیپلمات تروریست اطلاعاتی رژیم در آلبانی به خاطر درگیر بودن آنها در فعالیت هایی که امنیت این کشور را به خطر می اعلام شد وزارت اروپا و امور خارجه در آلبانی خاطرنشان کرد تصمیم اخراج دیپلمات تروریست های اطلاعاتی در مشورت با کشورهای متحد گرفته شده است زیرا فعالیت های آنان در آلبانی در نقض استاتوی دیپلماتیک جریان داشت. آسوشیتد پرس گزارش کرد آلبانی دو دیپلمات رژیم ایران را به دلایل امنیتی اخراج کرده است. آسوشیتد پرس خاطرنشان می کند که آلبانی محل سکونت بیش از دو ازار تن از اعضای گروه اپوزیسون در تبعید مجاهدین خلق می باشد که از عراق به آنجا منتقل شدند. متعاقبا جان بورتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نخست وزیر آلبانی راما سفیر رژیم ایران را اخراج کرد و به رهبران رژیم ایران پیام می‌دهد که حمایت آنها از تروریسم تعمل نخواهد شد ما در کنار نخست وزیر راما و مردم آلبانی ایستاده ایم و این در حالی است که آنها به مقابله با رفتار خودسرانه رژیم ایران در اروپا و در سراسر جهان برخواستند. آخرین خبر حاکی از این است که یکی از دیپلمات های اخراجی محمدی نیا سفیر رژیم آخوندها در آلبانی است. این فرد که یک مأمور اطلاعات این رژیم و از اعضای هیئت مذاکره برجام با آمریکا بود، قبلا توسط مقاومت ایران افشا شده بود. یادآوری می‌کنیم که ایدی راما نخست وزیر آلبانی در سی فروردین 1397 توطئه تروریستی علیه گردهمایی نوروزی مجاهدین در آلبانی را که با حضور خانم مریم رجوی و شهردار جولیانی برگزار می شد افشا کرد ادیراما گفت من معتقدم در رابطه با مجاهدین ما کار درستی انجام دادیم ما جزو گروه کشورهای اروپایی آتلانتیک هستیم که به شیوه مشابه مورد تهدید هستند من معتقدم تمام این کشورها علیه تهدیدهای تروریستی اقدام می‌کنند.